به نام خدا و با عرض سلام و وقتتان بخیر. مجموعه خبری 53 را پی میگیریم. محمد آقا سرخط خبرها. بیش از 9 میلیارد دلار هزینه یک سال جنگ در افغانستان. یافته های یک نهاد پژوهشی نشان میدهد که افغانستان در یک سال مالی بیش از 9 میلیارد دلار در بخش جنگ هزینه کرده است. مؤثر نبودن تدابیر معتادان در صورت موجودیت مواد مخدر در کشور. وزیر صدتامه هشدار می‌دهد تا زمانی که تولید مواد مخدر در افغانستان به صفر تقرب نکند، تداوی معتادان به معنا خواهد بود. و هجوم شهرک نشینان اسرائیلی بر مسجد الاقصا، در این کار نظامیان رژیم اسرائیل نیز همکار بودند. امروز دوشنبه 28 میزان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 20 اکتبر سال 2015 میلادی. مجموعه خبری 53 با من محمد سجاد یاسا. یافته های یک نهاد پژوهشی نشان می دهد که افغانستان در یک سال مالی بیش از 9 میلیارد دلار در بخش جنگ هزینه کرده است. این نهاد تنها منازع و افراطگرایی خشونت‌آمیز را در سال 2014 میلادی در کشور بررسی کرده است. یافته های این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین صدمه به سکتورهای معارف و صحت در جریان جنگ‌ها وارد شده است. در همین حال شماری از فعالان مدنی می‌گویند که حکومت باید یک سیاست خارجی و داخلی منظم را روی دست بگیرد و جلو جنگ و خشونت را بگیرد. شرح بیشتر از وثیق الله عظیم. افغانستان کشوری که بیشترین صدمه از نگاه جنگ متحمل شده است. این جنگ ها بیشتر هزینه مالی و اقتصادی را در پی دارد. مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی یک گزارش تحقیقی را در مورد منازع و افرادگرایی خشونت آمیز در سال 2014 تهیه کرده است. محور این پژوهش بیشتر روی موضوعات امنیت، ادغام مجدد، جبران خساره، سرمایه انسانی و درآمد احتمالی، صحت عامه، جراحت و معلولیت، معارف، تخریب زیربناها و تاثیرات آن بر انکشاف و بجا شدگان و مهاجرانی که در اثر منازع با چالش روبرو شدند تمرکز کرده است. سروی نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که افغانستان در یک سال مالی بیش از 9 میلیارد دلار در بخش جنگ هزینه کرده است. این امیر دوستای عزیز، هزینه یک ساله منازع و افرادگرایی در یک سال مالی، و خاطر که ما گفتم سال 2015 هنوز بعض آمار در دست نیست، در حدود 9 میلیارد و 91 میلیون دلار آمریکایی است. کی رقم 44% تولیدات ناخالص، 113% بودجه سال 1394 و 4% هدف جمع‌آوری عواید داخلی را تشکیل می‌دهد. اینقدر ما از بابت موضوعات خشونتبار دوستای عزیز متضرر هستیم. در این حال اشتراک کنندگان هزینه این ارقام را تنها در بخش جنگ تکان دهنده عنوان می‌کنند و نیز تأکید می‌کنند که اگر این پول در بخش‌های زیربنا به مصرف برسد، افغانستان به شکوفایی می‌رسد. یافته های این گزارش همچنان نشان می دهد که بیشترین صدمه به سکتورهای معارف و صحت وارد شده است. به گفته مسئولان این نهاد پژوهشی، 5000 از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در سال 2014 در بخش تامین امنیت جان باختند. و ما شاید به شکل حتی قبل از این گزارش تحقیق ما فکر می کردیم که منازع صرف تلفات جانی داره و مجروحیت داره. همایی بود اقتصادی شو ببینین که اگر 9 میلیارد دلار امریکایی در یک سال برای کشورهای افغانستان مثل افغانستان اختصاص داده شود، رشد اقتصادی کشور به کجا میرسد؟ سکتور مثلا زیربنایش به کجا میرسد؟ تعلیماتش به کجا میرسد؟ تحصیلاتش، صحتش؟ اما متاسفانه ما هنوز هم درگیر خشونت ها هستیم و ناگزیر هستیم برای از این هزینه اختصاص بدیم. شنیدن این احصایه باید یک تکان بخوریم، از خاطر که رقم مجموعی که 9 میلیارد و 91 میلیون دلار تنها خساره اقتصادی به افغانستان هر سال از جنگ میرسه و این بسیار یک ارقام نهایت کلان و مهم است. و اگر ما امی پیسه را سر سکتورهای دیگه انکشافی مصرف کنیم، شاید افغانستان کشور فقیر نباشه و شاید کشور غنی باشند. از سوی هم شماری از فعالان مدنی میگویند که حکومت باید یک سیاست خارجی و داخلی منظم را روی دست گیرد و جلوی جنگ و خشونت را بگیرد. اول اراده جهانیان و تصمیم گیرنده های جهانی به خاطر
کاهش جنگ و کاهش منازعات در منطقه. دوم، نقش فعال مردم است. دولت افغانستان همچنان باید یک سیاست خارجی فعال و سیاست داخلی فعال داشته باشه که این بسیار زیاد کمک میکنه مردم افغانستان در کاهش خشونت ها و منازعات. این در حال است که هرچند حکومت افغانستان تلاش دارد که به جنگ و خشونت در کشور نقطه پایان ببخشد، اما این تلاش ها چندان مؤثر نبوده است. همچنان رئیس جمهور غنی نیز گفته بود بیشترین بودجه مصرف جنگ می شود. وزیر ستامه هشدار می دهد تا زمانی که تولید مواد مخدر در افغانستان به صفر تقرب نکند، تداوی معتادان به معنا خواهد بود. به گفته وزیر ستامه، بیش از 60% کسانی که مداوا می شوند به دلیل آسان بودن استفاده از مواد مخدر، بیکاری و فقر دوباره به این پدیده رو می آورند. در همین حال معین وزارت داخله از تلاش ها برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر خبر می دهد و تأکید می کند که در 7 ماه اول سال جاری بیش از 700 قاچاقچی مواد مخدر بازداشت شدند. شرح بیشتر از امرالله احمدی. وزیر صحت عام و معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله از بهره افزایش کشت کوکنار و افزایش معتادان در کشور به نشست عمومی مجلس نمایندگان جهت پاسخگویی به پرسش نمایندگان حضور یافتند. نمایندگان مردم فقر و بیکاری در کشور را دلیل برای روی آوردن برخی ها به مواد مخدر عنوان می کنند و ارگان های زیرب در امریکا کاهش تولید مواد مخدر و تداوی معتادان به این مواد را به بی‌برنامگی متهم می سازند و افزایش معتادان در کشور را نگران کننده می دانند. زید میشه قاچاق میشه، یک 5 نفر کتر نامدین با معرفی نکرفتین و فوش نساختین. بیکاری عامل اعتیاد شده در این مملکت. دو، فقر مگه عامل اعتیاد شده در این مملکت. من فکر کنم تنها این دو عامل وجود نداره برای ازدیاد اعتیاد. عدم تداوی معتادینی که از دیر زمان به این طرف به این مرض مبتلا هست، این هم کمک کرده. در همین حال وزیر صحت عامه که به پرسش نمایندگان پاسخ می گفت تاکید کرد که تا زمانی که تولید مواد مخدر در افغانستان به صفر تقرب نکند، تداوی معتادان بی‌معناست. به گفته وزیر صحت عامه، بیش از 60% معتادانی که مداوا می شوند به دلیل آسان بودن استفاده از مواد مخدر، بیکاری و فقر دوباره به این پدیده روی می آورند. مشکلی که وجود دارد چیست؟ چرا تداوی نتیجه نمیده؟ و یا چرا دوباره نتایج طوری نشان میده که بیش از 60% کسایی که تداوی شده دوباره رجوع میکنن، دوباره با این ریلپس یا اودش است. اول، دسترسی بسیار آسان به مواد مخدر در افغانستان موجود است. این یک موضوع. موضوع دوم، آگاهی از اضرار مواد مخدر بسیار زیاد کم است. سومین موضوع، موضوع بیکاری و عدم داشتن شغل است. وزیر صحت عامه همچنان گفت که در حال حاضر در سراسر کشور 115 مرکز تداوی برای معتادان مواد مخدر وجود دارد. به گفته وزیر صحت، یکی از برنامه های کلیدی برای تداوی معتادان به دلیل نبود بودجه متوقف شده است. در همین حال معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله از تلاش ها برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر خبر می دهد و تأکید میکند که در 7 ماه اول سال جاری بیش از 700 قاچاقچی را بازداشت کرده است. این مبارزه با مواد مخدر افغانستان، وزارت امور داخلی افغانستان با وجود مشکلات و چالش ها و تهدیداتی که وجود داره، تلاش کرده با تمام توان و امکانات و ظرفیت هایی که در اداره وجود داره، علیکیش تولید و قاچاق و ترافیک مواد مخدر در هماهنگی با و همکاری با دیگر ارگان های کشفی و امنیتی کشور با پدیده کشت، تولید و قاچاق ترافیک مواد مخدر مبارزه بکنه. طول از این مدت در کل شهر کابل ما تقریبا 790 تن دست فروش و قاچاقبر دستگیری کردیم که از جمله از او 134 تنش قاچاقبر است و 557 تن دست فروش در سطح کل کشور است. این در حالی است که افغانستان هنوز هم از جمله کشورهای تولید کننده جهان در بخش مواد مخدر به حساب می آید. با آمدن جامعه جهانی به این کشور و هزینه کمک‌های میلیارد دلاری در این بخش، هنوز هم نارسایی‌های در امر مبارزه علیه مواد مخدر قابل رؤیت است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان با نگرانی از وضعیت بد امنیتی
رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به بی‌کفایتی می‌کنند و تأکید دارند که با گذشت بیش از یک سال از ایجاد حکومت، رهبران در هیچ بخش دستاورد ملموس نداشتند. در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان تقرری در ارگان‌های امنیتی به اساس سلیقه‌های شخصی را نگران کننده می‌خوانند و می‌گویند که ادامه این وضعیت سبب می‌شود تا مردم از رهبران فرمان نگیرند. برخی از اعضای مجلس همچنان به تقویت نیروهای امنیتی تأکید می‌کنند. شرح بیشتر از حضرت محمدی. از ایجاد حکومت وحدت ملی که در نتیجه توافق سیاسی میان دو نامزد ریاست جمهوری شکل گرفت بیش از یک سال می گذرد. رهبران حکومت وحدت ملی در نخستین روزهای کاریشان به مردم وعده تأمین امنیت را داده بودند و ایجاد اشتغال برای شهروندان کشور را از اولویت های کاریشان عنوان می کردند. اما با گذشت بیش از یک سال حکومت نه تنها به وعده هایش عمل نکرد که با گذشت هر روز ناامنی ها به شهرهای کلان دامن گستراند و باوری مردم به حکومت بیاس و ناامیدی مبدل گشت. به همین بهانه شماری از اعضای مجلس نمایندگان با نگرانی از وضعیت بد امنیتی رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به بی‌کفایتی می سازند و تاکید می کنند که با گذشت بیش از یک سال از ایجاد این حکومت، رهبران در هیچ بخش دستاورد ملموسی نداشتند. یک سال از عمر دولت خیانت ملی می گذرد. در هیچ زمینه کار انجام ندادند. نه اشتغال زایی، بفرمایند بگن چند هزار، چند صد هزار، چند صد، چند میلیون شغل ایجاد کردند. چقدر فقر زدایی کردند، چقدر امران کردند، چند کارخانه ساختند. چگونه امنیت را تامین کرده؟ مد یک ولسوالی و 100 نفر سرباز چه اهمیت نداره. حال شما اعظم حکومتدارا شنیدین که همی گفته باشه که قرمز سقوط کرد؟ حال فقط منکر میشن که نه سقوط نکرده. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان تقرری در ارگانهای امنیتی به اساس سلیقه‌های شخصی را نگران کننده میخوانند و تاکید میکنند که ادامه این وضعیت سبب میشود تا مردم از رهبران فرمان نگیرند. نکنین که اگر این بی‌عدالتی ها و این بی‌توجهی ها ادامه پیدا بکنه، روزی فرا خواهد رسید که فراخوان خواهد دادیم که تمام کسایی که از ما در حمایت از اردو و پلیس قرار دارند از حمایت از اردو و پلیس دست بکشند. این نهایت جفا هست. صدای ما جناب رئیس اجرائیه، رئیس جمهور، کسانی که قضاوت میکنند میشنوند. فکر نکنن که مردم متوجه نیست، مردم از حقوق خود خبر نیست. حیای مردم، ایمان مردم، علم مردم، تحمل مردم هست که به اینها این فرصت ها میده. از سوی هم معاون دوم مجلس نمایندگان نبود قوای هوایی را دلیل برای حملات مخالفان در بخشهایی از کشور میداند و بر تقویت قوای هوایی کشور تاکید میکند. ده هوایی قوات نشتوالی پا حسنی حالت که استر استون زده. حکومت نغواړو چې په دې جدي توګه د امریکایي مقاماتو څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه وکړي. چرا ای جزګر خاموش است و قوای هوایی ما را د 14 سال تمویل تجهیز نکرد و امروز هم که ما در یک جنگ اعلان شده ما قرار داریم، ولی متاسفانه که ما را تمویل تجهیز نمی کنند و این برخورد دیگانه بر علیه مردم افغانستان و نهادهای امنیتی ما است. امروز ما این در حالی است که روزی گذشته مجلس سنای کشور نبود تجهیزات مدرن در میان ارتش ملی را از دلایل عدم صداقت امریکا در امر تجهیز نیرو عنوان کرده و امریکا را متهم به سیاست دوگانه در قبال افغانستان می کردند. 5 تن از افراد وابسته به گروه تروریستی طالبان در ولایت تخار بازداشت شدند. دفتر رسانه های ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه می گوید که این افراد از حامیان امین الله طیب والی نامنهاد طالبان در تخار بودند. خبرنامه می افزاید که تروریستان بازداشت شده در فعالیت های زیاد تروریستی سهم داشتند. به گفته امنیت ملی، ترور کارمندان دولتی، ماین گذاری کنار جاده و آتش زدن مکتب ها از جمله فعالیت های تروریستی است که این افراد در آن دست داشتند. میزان تجارت میان افغانستان و ایران سالانه نزدیک به 2 میلیارد دلار میرسد. معاون اتاق تجارت و صنایع با بیان این مطلب میگوید که همکنون میزان داد و ستد تجاری میان افغانستان و ایران در حال افزایش است. در همین حال شماری از مسئولان تجاری ایران در افغانستان میگویند کوشش میکنند که موانع موجود فرار راه تاجران افغانستان در ایران برداشته شود.
حفیظ الله سارنگی گذاشت. اینجا نشست چهار روزه مشترک تجارتی تحت نام بررسی را کارهای توسعه اقتصادی افغانستان و ایران میان تاجران دو کشور برگزار شده است. هدف از این نشست پیدا کردن چالش‌های موجود فرارای تجارت میان افغانستان و ایران گفته شده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که میزان تجارت میان افغانستان و ایران در سال به 2 میلیارد دلار میرسد. که حدوداً کم و بیش 2 میلیارد دلار را سالانه احتوا میکنه که از جمله حدود 1.6 یا 1.7 میلیارد از او واردات ما از کشور ایران به افغانستان است و بسیار یک چیز غیر قابل ملاحظه، یک چیز بسیار ناچیزه که حدود 60 یا 50 میلیون دلار احتوا میکنه ما صادرات داریم به جمهوری اسلامی ایران. در همین حال مسئولان تجارت استان خراسان ایران میگویند که افغانستان از هر لحاظ برای تاجران ایران مفید است و کوشش می شود که میزان تجارت و سرمایه گذاری ایران در افغانستان افزایش یابد. برای ما از هر نظر افغانستان توجیه اقتصادی خوبی داره، مقرون به صرفه هست، نزدیک است، همسایه هستیم، همزبان هستیم، سالهای سال با هم در کنار هم زندگی کردیم. این برای ما از این که بلند شیم بریم در ببخشید در ایتالیا سرمایه گذاریم به مراتب اینجا برای ما مقرون به صرفه. از این جهتش ما انشالله این برنامه ها را اجرا خواهیم کرد. اتاق تجارت و صنایع کشور از ایران می خواهد که زمینه بهتر را برای تاجران افغانستان در ایران مساعد سازد تا صادرات افغانستان به ایران افزایش یابد. ما امیدوار استم تسهیلات بیشتر فراهم شود برای صادرات افغانستان و بیشتر هیئتی که تشریف آورده و تا این مدت زمانی که در افغانستان تشریف داره بیشتر اینا بالای صنایع و بالای تولیدات در داخل افغانستان، بالای سرمایه گذاری در افغانستان اینا زیاد توجه داشته باشند. برای رفع موانع و مشکلات رواد ویزا و روادید برای تجار بازرگانان یک اقدامات انشالله اساسی انجام خواهیم داشت و ما در تهران و ایران انشالله این موضوع رو پیگیری میکنیم به وسیله مقامات مربوطه که این مسئله انشالله برای همشه رفع بشه. این سخنان در حالی مطرح میشود که شماری از آگاهان اقتصاد میگویند با برداشتن تحریم های ایران توسط کشورهای جهان ایران میتواند یک شریک اقتصادی خوب و بدیل دوم برای صادرات و واردات کشور باشد. این هم چند رویداد خبری جهان. شهرک نشینان اسرائیلی با حمایت نظامیان رژیم اسرائیل در تازه ترین تجاوز خود علیه فلسطینیان و مسجد الاقصی هجوم بردند. با گزارش خبرگزاری شعب فلسطین، ده‌ها تن از شهرک نشینان با پشتیبانی نیروهای اسرائیلی صبح دوشنبه و مسجد الاقصی هجوم بردند. همچنین خبرگزاری معاق گزارش داده که نظامیان اسرائیلی در اولین ساعات روز دوشنبه 6 جوان فلسطینی را در شمال شهر رام الله پس از حمله به منطقه و بازرسی منازل آنان دستگیر کردند. در موج جدید درگیری ها میان فلسطینی ها از یک سو و نیروهای نظامی و شهرک نشینان اسرائیلی از سوی دیگر در سرزمین های اشغال شده از جمله کرانه باختری و نوار غزه، از 6 میزان تا کنون حدود 45 فلسطینی جان باختند و 8 اسرائیلی نیز کشته شدند. همچنین بر اثر این درگیری ها که اغلب با حملات نیروهای رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان همراه است تا کنون 10 فلسطینی زخمی شدند. در ادامه بحران پناهجویان در اروپا، تنش در منطقه بالکان که مسیر عبور مهاجران به کشورهای اروپای غربی است افزایش یافته است. در پی بسته شدن مرزهای هنگری با کشورهای منطقه بالکان، بسیاری از مهاجران راه کرواسی و سپس سلوانیا را برای رسیدن به مقصد پیش گرفتند. بعد از آن که رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند بر سر برنامه جهت مدیریت موج مهاجران به توافق برسند، هنگری مرزهای خود را با کرواسی نیمه شب جمعه بست. کرواسی از همسایه شمالی خود سلوانیا خواسته است که روزانه دست کم 5000 مهاجر را بپذیرد، اما سلوانیا این خواست آنان را رد کرده است. این در حالی است که حدود 5000 پناهجو شب گذشته شب سرد را در اردوگاه موقت در شرق کرواسی گذراندند.
به دنبال حملات ارتش سوریه با پشتیبانی نیروهای روسیه به شهر حلب حدود 70 هزار تن از اطراف این شهر فرار کردند. اتحادیه سازمانهای امداد پزشکی سوریه میگوید که در 3 روز گذشته دست کم 70 هزار نفر خانه های خود را در اطراف شهر حلب در شمال سوریه ترک کردند. دکتر زیدون زعبی رئیس این اتحادیه گفته است که روستاها خالی شده و مردم بدون داشتن سرپناه و امکانات پزشکی سرگردان شدند. نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان همپیمان آنها از 3 روز پیش با حمایت هوایی روسیه عملیات گسترده را علیه شورشیان در حلب آغاز کردند. گزارش ها حاکی است که این نیروها در مناطق جنوبی حلب پیشروی های نیز داشتند. معاونان وزارت خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در ویانا تشکیل کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 و کار گروه های آن را اعلام خواهند کرد. این کمیسیون و کار گروه آن بر نحو اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک برجام و پیوست های این توافق نظارت خواهد کرد. در نشست معاونان وزارت خارجه دو کشور و مسئول اجرایی برجام از هر دو جانب حضور خواهند داشت. در ایران قانون اجرای برجام از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری به نهادهای دولتی ابلاغ شده است و همچنان در آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دستور آمادگی برای لغو و توقف اجرای تحریم‌های اتمی ایران در روز اجرای این توافق را صادر کرده است و همچنان اتحادیه اروپا هم برداشتن تحریم‌های اتمی از این روز را به تصویب رسانده است. و این هم چند خبر ورزشی. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی جهانی 50 اوره زیمبابوه را شکست داد. تیم ملی کرکت افغانستان که برای انجام 5 بازی 50 اوره و 2 بازی 20 اوره به زیمبابوه رفته است، توانست زیمبابوه را با تفاوت 58 دوه شکست دهد. در این رقابت که افغانستان نخست به بتینگ پرداخت، افغانستان با از دست دادن 6 بازیکن برای تیم حریف هدف 272 دوش را تعیین کرد، اما تیم مقابل نتوانست به این هدف برسد. دور نخست این بازی روز جمعه برگزار شد که افغانستان در این بازی شکست خورد، اما افغانستان در دیدار دومی تیم زیمبابوه را شکست داد. در دیدار نهایی رقابت‌های مسترز 1000 امتیازی شانگهای در چین، جوکوویچ مرد شماره 1 تنیس دنیا توانست در 2 ست و به آسانی سونگا را مغلوب کند و 25مین عنوان مسترز را به خانه ببرد. نادال با کسب 27 عنوان همچنان رکورددار است. جوکوویچ در فاینال با نتیجه 6-2 و 6-4 از صد حریف فرانسوی خود عبور کرد که روز گذشته در نیمه نهایی نادال را شکست داده بود. جوکوویچ سربستانی در این فصل فوق‌العاده ظاهر شده و از 4 گرند اسلم معتبر دنیای تنیس موفق به کسب 3 عنوان و حضور در فاینال اوپن فرانسه شده است. این 3مین قهرمانی جوکوویچ در مسترز شانگهای و 9مین عنوان او در فصل جاری بود. این بود مجموعه خبری 5 و 30. بقیه وقتتان خوش. شامتان بخیر.